جان مو زه هوشیاران عالم هر که را دیدم غمی خدایا، خداوندا، همه مردم به من میگن علی بیغم، ولی تو که اون بالا نشستی بهتر از همه میدونی که چقدر غم و غصه تو این دل من هست، چقدر فکر و خیال تو این مخ من تلمبار شده. خدایا، تو خودت میدونی من توبه کردم که دیگه دنبال پول مفت پیدا کردن نرم، حاضرم عملگی، آبوز کشی، حتی حمالی بکنم، اما توبمو نشکنم. خدایا قسمت میدم به حق مقربین درگاهت درد همه دردمندونو دوا کن، حاجت همه حاجتمندونو روا کن، از تصدق سر اونا قربون اونقدر بالات بارلاها نوکرتم، این ننه پیر منم، خودت وسمانی گرش دار، کمکم کن یه کاری پیدا کنم تا بتونم پول دوا و غذای این دختر بچه ای رو که خودت سر رام گذاشتی روبرا کنم. آمین یا رب العالمین یا بابا الهوا الهی صد هزار مطلب شد. علی چیه ننه؟ ننه مردم راست میگن علی بیغم، آخه با نشستن و دعا خوندم که کار درست نمیشه. بلنشو بیا ناشتایی تو بخور، برو سر ایستگاه، شاید یکی دو را کمکی بری و بتونی سورسات رو برا کنی. اومده با اومده. یا علی ادرکنی اومده بیریز بینم نره، الان چایی دم میکشه میریزم. مرضیه بیدار شده؟ آره تو اتاقه، تا چای حاضر بشه من یه سری به مرضیه بزنم و قرقی بیام. خیلی خب، اونم بیاره چای بخوره. ای خدای بزرگ، خودت علی آقا رو عوضش بده، خودت کاروبارش رو درست کن. مرضیه؟ سلام علی آقا. سلام، حالت خوبه؟ الحمدلله بد نیستم. مرضیه با کی حرف میزدی؟ با خدا. با خدا؟ آره، آخه من به جز خدا کسی رو ندارم که باهاش حرف بزنم. ناراحت نباش کوچولو، قصه نخور، کسه به کسون خدا.
پنجش با دخلش میزونه مروالا. میس راننده استخدام می شود با در دست داشتن گواهی نامه به خیابان لرز شماره 103 مراجعه نمایید. آخی با امید تو خیابان لعل شماره 167. واه انگار نونو هرگاه خیر بکنم. اینا که روزنامه خوندم؟ نه خیر دیگه به ما نمیرسه بی خود این همه رو. یا صاحب صاحب ما رفتیم بابا دیر نیست. حالا کی نوبتی ما میشه هیچ معلومی. میبینم هشتی میگم که که؟ تو پایه چندی؟ پایه چندی چیه؟ پرسیدم گواهی نامت پایه چنده؟ گواهی نامه؟ من که گواهی نامه ندارم. ما این نامه کار کنیم خب این تو گواهی نامه میخوندی که؟ ببینم مگه آشپزی هم گواهی نامه میخوند؟ تو آشپزی؟ آره اینجا که آشپز نمیخوام. بچی چی میخوام؟ بیست راننده میخوان این همه اومدن. آخه مرد حسابی تو این که بیست راننده میخوان یه دونه آشپز نمیخوام. حتما میخوام. بریم کماکه بری بریم. آره بیا کماکه آدم های بیکار بریم کنار بیباد تو اینجوری در نمیاد همشیره بی پایین تو ما درش بیارم بی پایین. یه زن افتاده چوچوق باسته دیل هر هر میخنی بلندش میکنم همون برقره جرگیری بگی بلند کن الان میذارم اش وسط خیابون. آره تو بگاهش کارت نباشی کماکه هم گیرا بلندش کن ببینم یا خونه دیگه هر کاری یه رایی داره آبجی باید از این یک داره نم نمک برون. آره بابا خواستیم که استخدامم کردیم برید دوباره کارتون. نفهمیدم. من فهمیدم. ببینم تو به کی داری عرض میدی؟ رئیسی واسه خودت رئیسی. به من میگن جعفر جنی. خودم هم بچه باقی فردوسم. شغلم هم آشپزیه. اگه یه دفعه دیگم صدات بارم چی کار میکنی؟ هیچی بابا. بره بیرون. چه خبر احمد؟ آره خیلی هم بی‌معرفته. آقایون کی باشه؟ وزرش حالا دیگه ما را نمیشنسه. آقایون کار میکنم گردن کلفتی هم میکنم. داری باره میگی؟ گفتی گردن کلفتی؟ لعنت خدا بر دل سیاه شیطون. چیه یادم ملت؟ اتفاقا من از آدم های مغرور و گردن کلف خوشم. ای قربونه دهنت بیا چت کنم. حالا خود چرا داد بزنی؟ این دو نفر اومدن اینجا فقط بلد شده داد بزنه. این دو نفر اومدن اینجا زبون خوش ما رو از تو سوراخ در میاره. این دو نفر اومدن اصلا نمیدونم این میز و صندلی ریاضه چه خاصیتی داره که هرکی پشت اون میشینه عوضی میشه. بس میکنی یا نه؟ خیلی خوب چرا داد میزنی؟ این دو نفر اومدن مثل اینکه با آدم دعوا داره. بکنی وای چه دیوونه شدم. میذاری حرفمو بزنم یا نه؟
هر چی دلت میخواه بگو. برای خانم این دو نفر من این دو نفر مردشون این لغمه نونو ببره که آدم باید به خاطر رو از هر کس نامردی حرف بشنوبه. این دو نفر اومدن اینجا آدم از بیکاری بمیره ها بهتره که زیر بار منت بعضی ها بره. بابا بذار حرفم رو بزنم، بذار بگم آخه. بذار ببینم چی میخواد بگه. خیلی خوب، واسه خاطر شما چیزی بهش نمیدی. بله خانم این دو نفر و الا یه کاری میکردم باش که دیگه نتونه روی این صندلی بشینه. جناب آقای جعفر خان جنی. بله آقای جنی، اجازه بفرمایید حرفمو بزنم. حالا شدیم بله نسبت آدم حسابی، هر چی دلت میخوا بخو. دیگه وسط حرف منم حرف نزن. چش دیگه چشمم نمیخواد بگی. اونم چش. بله خانم این دو نفر اومدن. اگه از اول با من اینطور حرف میزدی ما چه کاری به کاری نداشتی. بابا بذار حرفمو بزنم. اصلا حرفم نزن. نه بم این دو نفر اومدن اینجا که خانم جعفر بذار ببینم چه گلی میخواد بخوره آخه. چشم آقا دوتره تو بخاطره تو دیگه کارش ندارم. بنال بینم چی میگی. این دو نفر اومدن از من کار میخواد. خب بهشون کار بده. ما 20 راننده میخواستیم که استخدامم کردیم، بیشترم احتیاج نداریم. گفتم استخدامشون کن. فراموش نکنین که من مدیر این مؤسسه هستم و من باید در این مورد تصمیم بگیرم. بازم چیزی بهش نگم؟ ولش کن، میخواد تصمیم بگیره. بگی تو در نرفته. این مؤسسه مال پدر منه و من دستور میدم که استخدامشون کنی. اگرم محل خالی نداری این آقا فعلا میتونه راننده مخصوص خود من بشه. ما راننده شما و اون آقا من که رانندگی بلد نیستم. پس چی کاره؟ من چیزم آشم. آشپزه. اینطور که خودش میگه تو کارش خیلی خبره. بله آشپزه. بله بسیار خوب. یک خارجی بفرستم. بله این آقا رو ببر اتومبیل منو تحویلش بده و اون آقا رو هم ببر تو آشپزخونه. اطاعت. بوری دیگه. آره مام رفتیم تو آشپزخونه. الان میرم یه آشی وسط میپزم که یه وجب روش روغن باشه. بر این اتومبیل گوهر خانومه. آره میشناسم. اچاله درش آوردم خودم افتادم تو چاه. نه با ما نیستیم. این کلیدو بهش بده. بگو واسه ما خوب نیست شوفر یه زن باشین. خداحافظ شما. سب کن. با تو کاری ندارم. میتونی بری. نمیخوای اینجا کار کنی؟ راستش نه خانوم. واسه ما خوب نیست که شوفر شما باشین. اگه در مورد کم و زیاد بودن حقوق نگرانی من ترتیبی میدم که رفع نگرانیت بشه. نه آبزی. موضوع پول و این حرفا نیست. پس چی؟ راستش پیش سر و همسر آدم کنف میشه. میگن علی بر یه اونجا آدم کلوفتی کارش به جای رسته که رفته زیر علم یه زن. نه داشتم ما نیست. ولی من در یه وضعی هستم که به کمک شما احتیاج دارم. اگه ممکنه بهم کمک کنین ازتون خواهش میکنم کمک کنین و یه مدتی پیش من بمونین. به حرف هیچ کسم کاری نداشته باشی. آخه چجوری میشه آدم یه گوشش در باشه یه گوشش دروازه و هرچی خلق اللهی عوضی میگن نشنفته بیجیره. کسی چیزی نمیگه. اینو شما داری میگی. اما در دروازه رو میشه بس. شاکی دهن مردمو نمیشه بس. اونم دهن بعضی از بچه محلای نامرد منو که هیچ چفت و وسیش نمیخوره. نه با ما مادیانو از کرگی دوم نداشت. از گشنگی اگه بمیریم بهتره که گزک دست اینو اون بدیم. ما رفتیم خداحافظ. احمدو که دیدی. احمد؟ همون یارو عوضیه که پشت میز نشسته بود و قد قد میشه. آره خب چیه؟ بینجا بفرم. اون برای من و زندگی من نقشه ها داره. مرتبا کوشش میکنه با استفاده از قدرت عمش که مادر من باشه یا حرص و طمع پدرم وضعی پیش بیاره که من باهاش عروسی کنم. تازه اگه تو همینجا راضی بود شاید میشد تحمل کرد، ولی اون نقشه داره ضمن عروسی کردن با من به ثروت پدرم دست پیدا کنه. در غیر این صورت اسباب درد سر ما میشه. خب زیرا باشو بزن. کی؟ ایچی منظورم این که یه جوری کندشو بکنش.
مادرم ازش حمایت میکنه. اینش دیگه به ما مربوط نی. قدیم و ندیم گفتن سری که درد نمیکنه نباس چادر شب بس. ما رفتیم دنبال زندگی خودمون، تو هم با همه پولات فکر بدبختی خودت باش. علاقا وای که بینم چه؟ علاقا این خانوم به تو پناه آورده، دور از مردونگی جواب رد بهش بدی. لا اله الا الله، ببخشین آبجی، بین چه پدرم. تو این زنها رو نمیشنسی، خصوصا یکی که اصلا افیس و افادش دلم به هم میخوره. یاد تو خیامو از جوغ درش اردیم پاشو گذاشت رو گاز رفت و محل سگم به ما نذار. بله با همه این احوال گذشت با بزرگتره. فعلا یکی دو ماه اینجا میمونیم تو ببینیم چی میشه. اگه واسه پول و پلت من بهش میگم چربش گوه. ما اصلا این حرفا نیستم. تو چجوری ما رو شناختی؟ یه میلیونش فدای یه تار موی دوست، حالا که اینجوری اصلا موندگار میشی. خاله شما تشریف ببری من راضیش میکنم، ببری. صحبت هایی میکنی جون شما، حالا خوشت اومد اما راضی شدی؟ بلبونو دهنت بیا ماجه دیگه. بیا آشپزخونه. حالا دیگه من باید برم، میرم تو آشپزخونه یه آشی برای این یارو عوضیه بپزم که یه وجب روش رو قم باشی. کلا کلا آشپز باشی، نمیخوام بیا پیشت آشپز باشی. قل قل آشو بگر، نناشی نناشو بگر، این چشم سیاشو بگر، نناشی نناشو بگر.
یالا کاره، یه وقت نامرهم بود چه میدونی؟ نه 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 سلام علی آقا، داری نماز میخونه، الان میاد. سلام به رومات، بی پایین بینم دخمه. نه یا سیافر را ببینم، دو مواد خوردی؟ آره، امروز حالم خیلی خوبه. باری کلا مرزی جون، ببین چی چی ها و سر خریدم، کیف کن. خوشت میاد؟ خود خیلی قشنگی. اینو بهش میگن عروسک چشم زن. شبا چششو میبنده، روزا چششو وا میکنه. علی ببین اومد، بودو برو پیش ببین نشونش بده. ببین جون، ببین علی آقا بسم چیه برده، ببین چقدر قشنگه. به مبارکت باشه، خیلی قشنگه، خرابش نکنه. سلام علیکم. سلام مادر. چطوری؟ ای بد نیستم، الحمدلله. قرونه بینم دو دستی. خدا نکنه، خب بسرم کنیم. بعد پسر؟ چرا مای قدقانه؟ نه تفلی دختره خیلی آره. خوشحال شده. ببینم عروسک رو چند خریدی؟ باشه یه دونه 98 تومن. آخه مادر، با این وضعیتمون نباید این کارو میکردی. چرا ننه؟ آخه دیروز و دیشب میرزا علی دو دفعه اومده بود عقب کرایه اتاقش، امروز هم کلثوم زنش اومد، نمیدونی چه قرش مال بازی سرم در آورد. مادر پیش در و همسایه از خجالت آب شدم. هیچ عیبی نداره ننه جون، خدا بزرگه، پول بهت میدم میدی بهش. خب ننه نارپار چی داری؟ ما برای خودمون یه خورده اشکنه درست کردیم. اشکنه؟ میخوای واسه تو برم زیر بازار چه نون و کباب بگیرم؟ میخوای واسه نیمرو درست کنم؟ نه نه نه، مرغ کاکلیمون 3-4 روز تخم میکنه. نه نه نه، اشکنه رو دوره هم میخوریم و خدا رو شکر میکنیم. خدا حفظ کنه. جیگرم خونک شد. الهی شکره، 100,000 مرتبه شکره. ببین ننه، مشکل ازدار مشکل تو با این سن دو سالت میشینی یه پاتیل کلیپ و یه نفس میخوری. میدونی اما هستن تو این دنیا آدمایی که فرش زیر پاشون از طلا و جواهره، اون وقت آرزوی همین یه لقمه نون اشکنایی ماره دارن. آقای دوست بگی یه خورده به من نون بدن، از گرسنگی دارم میمیرم. نه 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 خانم، ابداً شما نباید لب به غذا بزنید، برای سلامتیتون خوب نیست. فعلا فقط دواهاتونو بخورید، یه سوزنم براتون می‌نویسم که جلوی گرسنگی رو میگیره. راست میگه مادر. آره عزیزم. آی دکتر، حالش چطوره؟ به نسبت گذشته بهترش، ولی خیلی مراقبت کنید، اگه غذا به لبش برسه کارش تمومه. فقط دستور بدین این نسخه رو بپیچن و این آمپولی هم که نوشتم به هر ترتیبی شده پیدا کنم. بفرمایید. جعفر، جعفر، جعفر مگم آقا، چجای میدونی؟ بله کجایی؟ همینجا. چرا هرچی صدات میکنم جواب نمیدی؟ تو آشپزخونه با دنجون بوز میکنم. علی کجاست؟ تو باقی. این نسخه رو بده علی، بگو فوراً بپیچه. بده علی بپیچه؟ بله بده علی بپیچه، معطل نکن. پینا خدمتون باشه، تو من بده علی بپیچه. اینا چیه؟ مشتری آقا، مشتری آقا، پوشو پوشو مشتری آقا. خب بگم علی بپیچه، اینم که خوابیده. بلا من چی کار کنم؟ یه کاریش میکنی. آقا دادی نسخه رو بپیچه؟ نه نه دادم. چرا؟ آخه علی خوابیده بود. خب میخواستی بیدارش کنی. نه نه نه، به جون شما یه خور نوسه میکشی، یه خور نوسه میکشی کم. که چی؟ که فکر بکنم خواب یه کافه سازدن دربی رو میدی. کافه سازدن دربی؟ آره، به نظرم رقاصش هم سامیه بود. سامیه خیلی خوبی رسه، خوشگلم هست. چی گفتی؟ نفهمیدم؟
یه دفعه دیگه بگو ببینم چی گفتی؟ هیچی عزیزم، هیچی. با شوخی میکردم. آره مادر، ناراحت نشین، شوخی میکردم. ببینم پسر، نسخه رو چی کارش کردی؟ خودم پیچیدم و بردمش. به این سودی؟ آره، اینکه کاری ندار. به این سرعت چجوری پیچیدش؟ اینجوری. ای احمد، آقا به خودش بگین، احمد آقا با شماست. با من؟ بله، مگه ندیدی قایم داد زد احمد؟ برو بیرون. خیلی خوب، بازم وایسادی منو نگاه میکنیم. برو بیرون. دارم میرم. خب برو. خیلی خوب. پس چرا نمیری؟ الان میرم، دیگه کاری نداری؟ نه خیر، خواهش میکنم بفرمایید بیرون. میگم که کی میگی؟ اگه چیزی دیگه ای هم دارین که باید پیچیده بشه بدی من بپیچم. من خوب میپیچم. نه خیر نداریم، بفرمایید بیرون. خلاصه یه وقت واسه این کار رو یه جزوی علی رو اخواب بیدار نکنینو. نه خیر نمی کنم، بفرمایید بیرون. خیلی خوب. اگه از این دایش برو بیرون. دقیقه افراد کردی. اخ، دارم از دست این پسر دیوونه میشم. مردم عزیزم، عصبانی نشو، جعفر پسر خوبیه. آی گربونو دهنت، بیا ما چک کنم. ای بی ادب، فضولی نکن، وایس سر جات. ببخشی، خب ازی گرفتم، عصبانی نشی. حالا من شما رو ماچ میکنم، شما من طرف من هم به خانومتون رو ماچ کنیم. بستا دیگه فلم کن. ای گربونی شما مچکیم. آی آی چی میخندین؟ بیچاره سیاد کرد. اونا همیشه منو سیاه میکنن، ولی میدونم چی کارشون کنم. یک بلای سرشون بیارم که مرغای آسمون به حالشون گرکه کنم. یه کاری کن بیرونشون کنم. فعلا امکان نداره، گوهر ازشون حمایت میکنه. میگم که ممکنه علی قاپ دختره رو دزدیده. منم همینطور فکر میکنم، ولی گوهر خانم با اون همه غرور چطور ممکنه یه لات آسمون جلو به شما ترجیح بده؟ اینو دیگه باید از خودش پرسید. در هر حال من آروم نمیشینم. گوش کنید بچه ها، باید دست به کار بشین که یه فرصت مناسب گیرشون بیارین و حسابی تربیتشون کنین. در دردون بکجه جون بکجه 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 خیلی هم داری. آقایون هم داره. چطوری کپا بکنی؟ بیفت میدم. با من کاری داری؟ آره، میخوام یه خوردم ماشت مالت بده. من اینجا همون قبلت که میخوام ماشت مالت بده. چجوری ماشت مالت بده؟ خدایا خودت میدونی که من دعوا مرافر توبه کردم. بری کلوی چی چی دارم؟ کشته بودنت، فرار کردم. فرار کردی؟ بی ارزه ها، چهار نفری نتونستین از پسشون بر بیاین؟ اونا ما رو زدن، شما هم ما رو میزنید. آخه مرد، منو ببین به امید کیا نشستم. در هر حال این بی لیاقتی آخرتون باشه. خوب گوشاتون رو وا کنین ببینین چی بهتون میگم. من تصمیم دارم در اولین فرصت با مرتضی خان پدر گوهر حرف بزنم و ضمن خواستگاری گوهر ترک اون دو نفر رو بکنم. اگه موفق شدم که چه بهتر، در غیر این صورت از راه دیگه وارد بشم. و اگه این دفعه بی ارزگی کنین حساب همه تونه میرسم. فعلا با هاتون کاری ندارم، میتونین بری.
راه بیفته بچه ها. علی؟ علی؟ چرا جواب نمیدی؟ با تو هم علی؟ پاشو بیا اینجا ببینم. بله بله خانوم. چرا هرچی صداش میکنم جواب نمیده؟ آخه خانوم جون، دوغ فروشم وقتی میخواد بگه دوغ میگه دوغ عرب، یه چیزی قاطیش کن، علی خالخالی که نمیشه. بسیار خوب فهمیدم. بله علی آقا، علی آقا، حضرت آقای علی آقا، لطفا تشریف بیارین اینجا. حالا این یه چیزی شد. چرا هرچی صدات میزنم جواب نمیدی؟ این بی احترامیه. بی احترامی؟ آره، تو مجبوری به من احترام بذاری. جعفر بهش بگو احترام چطور شد. میدونی خانه جو احترام، احترام شوار کرد. احترام کی؟ والا یه وقتی تو کافه جمشید گارسون بود، یه لگه آب توبه ریخت درش و رفت آستوستن خرات نشست، الانم سه چهار تا بچه قد و نیم قد داره. مسخره ها. علی با تو بود؟ ما رو با احمد عوضی گرفته. بفرمایی سوار شیم. درش کسی خیال میکنه در تاکسیه؟ بی حساب به ما رو خوشم رحم نمیکنه. نمیفهمه ولی تو هم نمیفهمی. تفنگ آوردی؟ آره، باید تو صندوق عقبه. قاب کجا باست برن؟ خیلیم حرکت کن تا بهت بگم. والا خواه، حرکت کن. چی کنه دیگه بزنم؟ بالاخره کجا باست برم؟ وقتی پشت فرمون میشینی کلات از سرت وردار. کلامو وردارم؟ عجب دنیاییه، یکی کلا سر آدم میذاره، یکی کلا آدمو ور میداره. نه داش، ما کلامونو ور نمیداری. بالاخره کدوم طرف برم؟ برو طرف جاده مازندران، میخوام برم شکار. واه بیابون، میخوام برم شکار؟ همچی میگن. زاپاسم پنچره، خب اقلا میگفتی میدادم پنچرشو میگرفتم. آه اشکالی نداره، برو. چی چی رو اشکالی نداره؟ اینجوری که آدم بیابون نمیره. بفرمایین چجوری میره؟ لاغل قوتی، غذایی، وسیله امر خودش میبره. من رژیم دارم، به غذا احتیاج ندارم. تو رژیم داری؟ به ما چه مرتی که باید گشنه بمونی؟ کی گفت تو گشنه بمون؟ خب برو برای خودت یه چیزی بخر. خیلی خوب، هیه توکبه باست بریم دم خونه ما، به ننم بگم دارم میرم بیابون. ممکنه امشب دیر کنم پیرزن دل واپس بشه. خونتون کجاست؟ مولوی پشت باغ فردوس. بسیار خوب بفرماییم، ولی یکمی با عجلی. چرا معطلی؟ برو دیگه. خیلی خوب، با این دیگه چیه؟ شیشه رو بکش بالا، بچه به توف نکن. نمیخوام. نه در واکو. مادام. یالا. نه یا تو. چرا در کولون کردی؟ آخه هاجر خانم لب حوض داره سرطانشو میشوره. آخه تو خونه مستاجری هم کسی لب حوض سرطان میشوره. من چیکار کنم مادام؟ خب بگذاریم القصه. ما داریم میریم بیابون. ننه. این دیگه کیه؟ اونیه که ما پیشش کار میکنیم دیگه. چی گنده دماغ، یه وقت با اون ریخت و خیافش از اتول پایین نیاد پیش در همسایه آبروی من میره ها. نه نمیاد، او انقدر فیس و افاده داره که خیال میکنه از دماغ فیل افتاده. آره. مردشور. نه نه خورک برا که چی داری؟ یه خورده کوفته شامی داریم، میخوری واسه حالا اشتها ندارم، اما اگه سه چهار تا اون مشتیاش بذاری لاینون ور میدارم میرم بیرابون با خودم. خیلی حالا میدارم. نه تو حواست ما رو باشتیم. مامیمه، آره. بیا
اومد. یه خورده هم وسط هفته بیجار گذاشتم. ای قربونت برم ننه، تو همه ننه های دنیا ننه تری نوکرت هم به خدا. خواهد تو حالم بذارم زمین تو کوچه بده. بعد اونه که نباشه ننه، من ارث باباشونه طلب کنم. تو که مال قاچاق نیستی. قربونت برم الهی فدار چم. خوش اومد. خدا حافظ. یواشتر برو. نوکرت هم چش. شش ننه تو ششم. خدا حافظ. دست علی به همراه. به طرف چپ برو. آه. اون که جاده خاکیه. اشکالی نداره برو. خدا نکرده پنچر خونی میمونیم ما. بمونیم. اگه میترسی میتونی پیاده شی. خودم رانندگی میکنم. چرا داد میزنی؟ ما که نگفتی میترسی. اگه نمیترسیدی میرفتی تونترم میرفتی. پا قرص بشی. ما روشم چرا بلو شدی؟ باشو باشو شیر اومد شکار کن. زفری کله من آخ شد. باشو توفنگ منو بده. خیلی خوب توفنگ تا من باید برم دفتر. زود باش بجو. نه ترس من دارمه هنو که خبری نی. واه واه توفنگو بلش کن بده من ببینم. نشنگم توش گذاشتم و بپا. خیلی خوب. غلط نکن. مثل که خود شکار شد. اما نه انگار یه چیز داره تو آب داره میلونه. برو طرفه. برو از اینجا. شد غلامی که آب جو آرد. آب جو آمد و غلام ببر. برو دیگه. بپشت با تو چشه دره. قدیم و ندیم گفتن کار هر بوز نیست خرمن کوفتن. گاو نر میخواد و مرد کوهن. آخه نازک نارنجی خانم برو چه شکار کردن دست بره من. بیا 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 یه مشکل. بیا 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 دستو کنم بره من دستو بده به من. باشو باشو خجالت بره. خدا به حیوانات این رحم کرد که شکار شدی و الا الان همشون تو مایتابه داشتن به تاس کباب نزدیک میشدن. ای خدا کاش یه آینه اینجا بود قاید میدیدی. بسنم گمونم مارو با داریه عوضی گرفتی. همون 30-40 تو آویی که زدی و تا 70 پشت بسته دیگه. ما رو نزن شکار چی خانم. برو خودتو خوش کن. خر بیا رو باقالی بار کن. چی شده؟ هیچی با گاومون زایید. بیا و سیاحت کن. پنچره؟ آره پنچره. زاپاستم که بیا خواستم. وای تو این بیابونم که بنی نوع بشر خبری نیم. ای جاده بیا حالا چی کار کنیم؟ چمچاره؟ هی گفتم با ما بد نکن. بد قلقی نکن. یکی اون بالا هست که ما رو دوست داره. گوش نکردی که نکردی. بس دیگه. خیلی خوب. حالا بیا کت ما رو به پوستین پهلو نکنی. بعدم زود برو دم اون رودخونه خودتو بشوری. حالا کدوم رودخونه؟ اون رودخونه که پشت این تپه هست دیگه. یالا به جان دزدیم و دفعه کاش خاطی کرده. تو فرنگو تو شکم شیره جا گشتی؟ نه همونجا افتادی.
شکوفه کرده، عین اون سوفیا لوره پتی شده رفته تو آب. خدا یا آخر عاقبت ما رو خیر کن. حالا خوبه کسی این ورانی و الا دعوا مرافعه و کلونتر کلونتر کشیده شده. کسی اینجا نی؟ یا الله الله، اینجا هیچ تنابنده ای نی. برو اونجا رختا تا آفتاب پنگ کن تا خوش بشه. و جا مینم خود تو ماره کرده می اینجا. خوش شده جوابشون کن. منم برم از تو ماشین یه چیزی بیارم زهروار کنیم. شب موندنی شدیم. برو دارم میرم تو. های دلت خواست دنباله داییت بیا. توفنگ هم با خودم میبرم. بازم داری قدم میزنی؟ خیال میکنی اینجا خیابون لاله‌زاره؟ خب یه لقمه غذا با خودی که دختر. گفتم نمیخورم نمیخورم نمیخورم. آه نمیخوری نخور. من میخوام ببینم چه تو بشر گشنت نمیشه. اگه از گشنگی بمیرم لفت یه همچین غذایی نمیزنم. نفهمیدم. خیلی دلت بخواد دست پخت ننه ما رو بخوری. حیف نو. ارزونی خودت. باشه ارزونی خودم. خودم میخورم و کیفشو میکنم. قرون ننم برم با این دست پخت شیگرشو برم. نو ناکم دست ننم درد نکنه با این ترشی هفته بیجارش. جون جون حض کردم. موسی رو ببین ببین. باخ 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 باب یه لقمه بخو. تو چقدر نرایی. والا بعد آدم اینقدر دهن خوش باشه. من به فلک به فرما زده بودم اومده اون سر میز ما. اخ نظرم زدی جلوم گرفت. برم یک تا آب بخورم. خدا بگم چی کارت کنم. کورا طرفه. الهی سن زار کرور شکرت. قربونت برم با این بنده های رنگ و رنگت. ما که دلمون نمیاد این قضا رو بخوریم. کوفتمون شد. سن نمیخوریمش. این هم باشه واسه صبونه ای من. جای نون گوشت کویده میخورم. یه ترک عادت موجبه مرزه. چرا ترش کردی سهره رو جمع کردن؟ خب اوه بریکت خودم مشمرم. ای دلت خواست میتونی بخوابی. اینجا غریبگز نداره. خیالت جمع باشه. ولی مواظب باش ام مرز و حدود خودت تجاوز نکنی. حالا بیه بخواب. نه خیر من نمیخوابم. اینجا خیلی کثیفه. چی کار کنم که کثیفه؟ میخوای بخواب میخوای نخواب. تو بیابون لنکفت کنه نعمت خدا. خیلی خدا
ما که خسته این رفتیم به سوی خواب. برو 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 که کفه نچی چه اشتایی. خیلی خوشمزه. من که به تو گفتم دست پخت ننم خیلی مشتیه، بی خود صبح ما رو دمخ کردی. خواب نوشه جونه. خب حالا من با چی کار کنم؟ برو تو ماشین لالا کن. من تو ماشین بخوابم؟ بله چه بشه، من توی ماشین میترسم. پس تو اینجا بخواب، من میرم تو ماشین. من اصلا تنها میترسم. من از عقرب نمیترسم ولی از سوسک میترسم. تو رو خدا شکارچی شیر دله بسه. جفتمون رو همین تخت میخوابیم، اما به شروط ها، به شرطی که امرز خودت تجاوز نکنی ها. من؟ آره، آخه ننم منو دست دسته برده. تا کی باید اینجا بمونیم؟ والا امشبو که باست اینجا بمونیم، چون هیچ چاره ای نداریم. بعدش هم صبح که شد خدا بزرگه، بالاخره یه طوری میشه، یه ماشینی چیزی پیدا میشه ما رو ور میداره میبره شهر. سلام ماما، دیشب کجا بود؟ نمیدونه چه بلایی سرم اومد. آخرش هم پلیس راه به دادمون رسید. حالا بریم تو اتاق تا من لباسم عوض کنم، اون وقت قضیه رو مفصل برای تعریف کنم. دیشب منو پدرت تا صبح خواب بچشتن. چرا مادر؟ خدا منو بکشه. خلاصه منور خانم جون، جعفر جونم رو به لبم رسونده. گفتم که این تقصیر خودته، هیچ مردی نباید بفهمه که یه زنی از اون خوشش میاد. آخه میذاره تاخچه بالا. خود من تا حالا هزار دفعه بیشتر عاشق شدم، ولی تو بمیری مگه گذاشتم طرف بفهمه؟ اما اون فهمیده، هنوزم دیر نشده. ببین فاتی جون، یه کلک خوب یادت میدم، اگه به اون عمل کنی طرف درست و حساب نوکره. میگی چیکار کنم؟ مجله کهنه تو خونه داری؟ داریم. بیا. این کاراش کاری نداشته باش، همین کاری که بهت گفتم بکن، باقیش با من. خب من دیگه میرم. ای واه، چای تو نخوردی؟ وللش. سلام منور خانوم، احوال چطوری؟ بد نیستم، تو چطوری؟ من که دیگه جونم از دست این فاتی بدبریده به لبم رسید. چرا؟ چطور مگه؟ هیچی، واسه این که دختر خوده خانمه خیال میکنه از دماغ فیل افتاده، یه افاده هایی میکنه، یه افاده هایی میکنه که دیگه نکن نفر. ولی با همه این حرفا میدونم خاطر خامه. خاطر خاطر؟ آره. جعفر خیلی علکی خوشی. من علکی خوشم؟ آره، آخه فاتی آدمیه که کسی رو دوست داشته باشه. چی؟ اون اصلا معنی این حرفا رو نمیفهمه، خودش هم نمیدونه عاشق کی. معلومه عاشق منه. دلتو خوش کن ولی از من نشنفته بگیر، حقیقتش اینه که فاتی عاشق آرتیستای سینماست. از کجا بدونم که راست میگی؟ خب همین الان برو تو اتاقش، همه چیزو میفهمی. خیلی خوب، الان میرم. چیزی بهت گفتم. مونم بخورو روز میگو ایلا اوگه چه چه جگر بزنی گفتم هر آگه تو بچه میگستم اینجا میرا باید هیگه. گرچه تو یار منی پس این کیه، یار لو بگو پس اون کیه، سورن بگو پس این کیه. آگه وقتی که این در میریزه همچی 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 من دلم شیدا میشه،
پایینو بالا میشه این لبونه قلبهی مثل اون چه با میشه مرسا بیدار چه توشو محسن کچر این سه تا هستن شیرین به سه اصل هرچه هستن با خودم بچه من وقتی این آقا میخنده قش میرم ارسال میرم همچون میشم همچین میشم همچین میشم همچین میشم همچین میشم وای میشم حالی به حال میزنم ملق رو غال فایده نداره با همه چیز تو بروش کرده باشه من بسید بله من برسون مابله میدم خدا سیرفت منو بر نخه من باید تکیبم با تو روشن کنم الان آهای بیا قلومتم حلومتم دلم برا کباب شده یه ذره بوده آب شده نه حلوم بازا موج بده که کار تمومه بلا ناز نکنه این بلده میم و شالا قربون اون قطعه برم این شالا در زودتر برو وقت برم گر که تو یار منی پس این کیه حرف نزن این تیکه آنتیکیه وای خدا جونم خودم رقیب جونبان همایون خیلکیه سلام کاری داشتی؟ آره خیر بسیار خوب برو تو سالن تا من بیا مگه اینجا چه نبیداره؟ برو بیرون اگه نره اون وقت فریاد میزنم و همه رو خبر میکنم خبر میکنی؟ کسی تو خونه نیست فقط منم و تو پس فطرت وقت گیر آوردی؟ هرچی دلت میخواد دوست دارم دوست دارم میخوام سر به تنت نباشه چه بخوای چه بخوای فعلا اینجا من هستم و تو و باید تکلیفمو با تو یک سره کنم میفهمی چی میگم؟ مقاومت هم هیچ فایده ای نداره خواهشو پس فطرت دارم کن کمک این وقت روز توی اتاق بند خدا چی کار داری؟ برای از اینجا بیرون خودت برای بیرون کسافت کسافت میکنه به حق خدا بستش میگه خواهش میکنم برش کن بستش میگه برش کن خفت این دختر زامنت شد بلا من میرسیم بارا کن شبا وزق نصف شب همیشه مزاحم منه خب چرا مهاجره رو به بابات نمیگی؟ میترسم مادرم ناراحت بشه آخه هرچی باشه اون پسر برادرشه از تو هم خواهش میکنم در این مورد با کسی حرفی نزن خیلی خب حرفی نمیزنیم تا ببینیم تاسش چی میشینه زمین خیلی متشکرم واه وظیفه ما بود دیگه وجود علی و جعفر واقعا توی این خونه برای من غیر قابل تحمل شده تا حالا هر کلکی زدم موفق نشدم زیرا بهشونو بزنم به همین دلیل
یه نقشه ای کشیدم که اگه عملی بشه دیگه کلکش میکنده است. چه نقشه ای؟ بعدم براتون میگم. کیه؟ با مادر علی آقا کار دارم. اومدم. بله. یه خورده هندونه است. علی آقا از میدون فرستاده. بی زحمت بیارینش تو. چش خانم. قربون قدمت، ببر بذار تو ایوون. چش خانم، اون بالا؟ بله. همینجا، من خودم میبرم تو اتاق. میخوای ببرم تو اتاق؟ نه نه نه، خودم میبرم، بذاریش همینجا باشه. آخه آبجی خیرم، واتد یه خود آب خوردن بده بخوری. برم از پاشیر آب خنک برات بیارم. دست شما درد نکنه. خدا عوضت بده. نوش جونه. خب خداحافظ شما. خداحافظ. مگه علی این کارو نکرده؟ درسته، قربون اون دهنت. بیا ماجی تو فضولی نکن. خیلی خوب. حالا خود علی کجاست؟ صبح تا حالا پیداش نیست، ممکنه فرار کرده. کی چی رو فرار کرده؟ اون هر چی باشه الان برمیگرده سر میده خودش. جناب سروان، من معتقدم تا فرصت از دست نرفته به منزل علی بریم. ممکنه جواهرات اونجا مخفی کرده باشه. شما منزل اونو بلدید؟ بله بلدم. بسیار خوب، میریم اونجا. ولی قبلا باید از دادستانی هم دست اجازه بدید. هر کاری قانون اجازه میده انجام بدید. خواهش می‌کنم، بفرمایید. بریم دختر. بریم. خدا حافظ. به خاک سپردم اینج. امیدوارم بری که بر نگردی. جعبه جواهرات دختر اربابشو آورده خونه. دزدی کرده دیگه، مگه نه؟ مگه دزدی شاخ داره یا دو؟ خدا به دور، هیچ کس باور میکرد که علی آقا دزدی بکنه. خوشبختانه پیدا شد. پسرت اون کجاست؟ نمیدونم، ولی اون دزد. پس این چجوری اومده تو اتاق شما؟ نمیدونم. فوراً علی رو هر کجا هست دستگیرش کنید. بفرمایید بریم، خواهش می‌کنم. بیچاره مادرش. باید حساسیتشو جمع کنه، از اینجا بره. بله ما دیگه نمیتونیم اینجا زندگی کنیم. شوهر منم هم یقی درد داره، میگه نمیشه توی خونه زندگی کنیم. آره نمیمونه. پس کجایی تو؟ چه؟ اینا دارم واسه کلک درست میکنم. کلک؟ آره، جواهرات گوهر خانوم گم شده. اون وقت عمه به پلیس میگو علی دزدیده. حالا با مامورین رفتن خونه تو بگردم. ما رو ببین، واسه یه لقمه نون حلال داریم واسه کیا کار میکنیم؟ برم خونه ببینم چه خبره. مکر نکن بوجوم. خیلی خوب، برو. نانه گم شد.
من مادر یه دوست نیست. چی میگی ننه؟ منو دوزی؟ اینو همش دروغه، برام توجه کرده. همینم مونده بود که از کمیساری بیان تو خونم مال دوزی در بیارن. هیچ نمیفهمم چی داری میگی. مال دوزی چیه؟ آخه این حرفا کدومه؟ زبون روزه پیش درا همسایه آبروم رفت. لا 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 لا، داره کفر منو در میاری. حالا اومدی اینجا چیکار؟ این خونه جای دوز نیست. حاضرم کلفتی بکنم، رخشوری بکنم، اما دیگه حاضر نیستم چشمم تو چشم تو بیفته. برو دیگه، برو دیگه، بیشتر از این تنم رو نلرزون، برو. حالا خب بسی گریه نکن، قلبت میگیره. بیا این دوای مرضی هست، بهش بده بخوره تا بدتر نشه. مرضی اگه از بی دوا درمونی بمیره، بهتره که با پول دوزی ناخوشش خوب بشه. آخه من که دوزی نکردم، نوکرتم. اگه جرأت داری جلوی اونا آفتابی بشو، دارن در به در دنبالت میگردن که پیدا کنن. من که از هفت کلک انداختن خودمو بهشون نشون نمیدم. بیا بیا این کلید ماشینو بگی وقتی اومدن بهشون بده. تنه لاشه بی غیرت. خدا شد، آخه من به کی بگم؟ چه ریختی سو؟ علی آقا کجایی بابا؟ کجایی سن نسدین، باغ فردوس، زورخونه درخونگا، باغچه استنخور، کافه کریستال، کرامت، جمشید، همه جا رو دنبال زیر رو کردم. الانم داشتم میمونم کافه مشهل دنبال خوشا دیدمه، چه نایمده خونه؟ میا اونجا که کلک دستم بدم. قایم شدن و رونشون نهیدن بیشتر از باب دردست داده. دیدی چجوری احمد به من تو اومده؟ من اصلا اهل دوزی هم، تو نمیری لطو بارش میکنم چون هرچه مرده. این حرفاری نده خوشگلی، من سلا میدونم بعد صبح بری خونه. سر بیگونه پای دار میره اما گل دار نمیره. این حرفا همه شر مد دار واهمه این هره. این کاری نکن زشته جونه. چرا باید به این ناچه سامون داد؟ اخه چنگه این تنه کفن کردی؟ این نشاری کفن کردی بلکو. به این روزگار رو کشم از دار میاد. بریم داشتی هی کن بریم یالا بریم. قربونه برم. با اجازه شما بفرمایید. آمرزو خان، این گوهر خانم دختر شماست، خیلی هم دوستش دارین، درسته؟ خب معلومه که دوست دارم. ما هم میخوام ببینم این گوهر خانمو بیشتر دوست دارین یه جواهراتشو. البته گوهرو. قربون آدم چیز فهم که منم دلم واسه همین میسوزه. آقای مرتضی خانی گوهر عزیز شما یا شب تو بیابون برهود زیر یه سقف گلی روی یه تخت چوبی تنها با من سر کرده، ولی من به چشم ناوردی بهش نگاه نکردم. شما که اونجا نبودی، ولی خدای بالا سر بود. مرتضی خان درسته که به قول شما جماعت ما لات و لوتیم، اما رگ غیرت و مردونگی و لوتیگیری رو خدا از ما نگرفته. به صد تا اینجور جمعشی ها میارزیم. حالا هر چی دلت میخواد بگو تو برمنده بینویسم. ببخشین جناب سروان. قربون اون دهنت، بیا ما چک کنم. بذار ببینم چی میگه. آقا مرسا خودم کردم که لعنت بر خودم باد. آره داشتم، از اولش ما این کاره نبودیم، فقط واسه اینکه یه لقمه نون حلال بخوریم و نگن علی نون گردن کلفتیشو میخوره اومدیم شوفر شما شدیم. خب احمد آقا دلت خونک شد تو ما رو میبرن زندون، ولی زمستون میره و روسیایی به زغال میمونه. خب جام سوال واسه این کلانتری؟ بله متاسفانه باید بریم کلانتری. میره
میریم اگه بیگناه باشید آزاد میشید. گل گفت. شما برای تکمیل پرونده چند دقیقه دیگه تشریف میارید. جعفر به ننه بگو علی چند رو رفته موزده بود. خدافظ. خدافظ. الوگو Thank you.
دمت گرم علی آقا. خیلی نوکرتم. منم نوکرتم. ولی با این اوضاعی که پیش اومده دیگه موندن من تو این خونه سلار نیست. تو هم میخوای منو تنها بذاری؟ گوهر خانم، شما باید اجازه مرخصی ما رو بدی. ممکنه این نامرده یه کلک هم دست ما بدن. کلک چیه؟ تو باید اینجا بمونی تا با هم یه فکری برای نجات علی بکنی. نه من میرم، ولی یه آدرسی بهت میدم، اگه کاری داشتی یا پیش اومدی براتون اتفاق افتاد میتونی تشریف بیاری اونجا. خیلی خوب، حرفی ندارم، آدرسو بگو. آدرس میام میدون مولوی، میپیچی طرف باغ فردوس، نرسیده به بزرگی سعادت، میگی قهوه خونه عباس تکیه رو میخوام. من همیشه پتوقم اونجاست، ولی با این شکل شمایل یه دفعه نیای اونجا برو من پیشه برای بچه ها میره. پس چجوری بیا؟ یه جوری لباس بپوشتم که چی؟ که بچه ها خیالی نکنن. خیلی خوب برپریده، تو اگه دلت خواست تو هم میتونی بیه اونجا منو ببینی. 30 سال 40 سال من بیام دنبال تو؟ خدا اون تای دلت بشنفه. خب خانم ما رفتیم، زد زیاد قربانتون. به سلامت. قربونه اون قدم جعفر جون، خیلی ازت ممنونم که اومدی ملاقات من. خب آدمی که حبسه دلش به همه چیزا خوشه دیگه، ازت ممنونم. ایشالله تربیه میشی میاد بیرون، زمستون میره روسیاییش به زغال میمونه. درسته جعفر، ولی نمیدونی آدم کجاش میسوزه وقتی بی خودی حبسی میکشه. چاره چی؟ با ساخت بلاخره میدونم با میدونم جعفر تو بمیری من بعد یه عمر زندگی به این نتیجه رسیدم که اگه آدمی زاد یه وجب شاخ داشته باشه بهتر از اینه که 2000 متر دوم داشته باشه. آره راست. خواب بگذاریم جعفر جون، یه سر خونه ما بزن، مرزی طفل معصوم مریضه، واسش خیلی دل با پسن. بگو مرتب دواشو بخوره، ای فرصت کردی گای گدوری برش تو برش شاب دلزینی جایی یک تو گردونش بس دلش باش. آره داشت موازه باش کم و کسری چیزی نداشته باشه، من بیرون از اینجا فقط تو رو دارم. خیال تخت تخت باشه. خودم نوکرتم. شاکرتم جعفر. همین الانم میرم خونه مرضیه رو برش میدارم ببرم سیم نمو. اجالتن خدا به مولای دوشنبه بازم میام ملاقاتی. نوکرتم قربونتم. الهی شکرت روزگار. بودو 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 بری اپ بری کلو. نه نه علی شما بیا بری. نه 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 من میخوام برم خونه حاجت خانم روزه، سینما و اینجور چیزا دیگه از ما گذشته. اختیار داری نه نه علی. اما جعفر چی نمیه بریم دیگه، آخه سینما بود. خیلی خواه الان میریم. نه نه علی این که مولاد نمیگه بزن اینو برش داریم ببریم الان ببرم به سینما. متشکرم. منم از زیاد. من که بارها به تو گفتم با ازدواج تو گوهر 100% موافقم. مادرش هم حرفی نداره، ولی خود گوهر باید در این مورد تصمیم بگیره. متاسفانه من و مادرش تا به حال نتونستیم به این امر راضیش بکنیم. شما میدونین که من چقدر به گوهر خانم علاقه دارم. قطعا گوهر خانمم منو دوست داره، ولی مدت هاست که دچار تردید و دودلی شده. فکر میکنم اگه یک بار دیگه شما باهاش حرف بزنین و کمی نصیحتش بکنین سر عقل بیاد و به چاکر افتخار غلامی شما رو بده. بسیار خوب، بازم باهاش حرف میزنم ببینم چی میگه. من که بارها نظرمو به شما گفتم، گفتم که نه تنها احمد دوست ندارم بلکه با همه وجود ازش نفرت دارم. راست میگه آقا جون. تو حرف نزن. خیلی خوب. به نظر من احمد جوان جنتلمن و آراسته‌ایه. بدون شک تو داری اشتباه میکنی دخترم. اشتباه میکنم یا نمیکنم این به زندگی خود من مربوطه. شما نمیتونین به زور منو وادار کنین که زن احمد بشم. راست میگه آقا جون. تو حرف نزن. خیلی خوب. پدر که بد دخترشو نمیخواد. من مصلحت میدونم که تو زن احمد بشی. اگه سر منم ببری نمیشم نمیشم نمیشم. راست میگه آقا جون. تو حرف نزن. خیلی خوب. ببین گوهر، من پدر تو هستم،
سالهای سال زحمت کشیدم تا تونستم این خونه رو برای تو مثل بهشت درست بکنم. حالا میخوای به حرف من توجه نکنی؟ کدوم زحمت؟ نزول خوری یا به ادای خودت صرافی که کار پر زحمتیه؟ از این گذشته شما اسم این دوزخ رو بهشت میزنی؟ دوزخ؟ بله، این خونه برخلاف تصور شما نه تنها بهشت نیست، بلکه دوزخ تو هم مالک دوزخی. راست میگه آقا جون. تو حرف نزن. خیلی خوب. سر صغیر و کبیر و کلا گذاشتم، فردا باید لگد به سینه گور بکوبم و تون پس بدم. اون وقت تو نه تنها به خواسته من توجه نداری، تازه زخم زبونم به میزنی. من جز حقیقت حرف دیگه ای نزد. راست میگه آقا جون. تو حرف نزن. خیلی خوب. با تمام این احوال من دستور میدم که زن احمد بشی، در غیر این صورت وادارت میکنم. احمد راست میگفت که این پسرای دوست حواس تو رو پرت کرده. دوست به کی میگی؟ علی رو میگم. علی؟ بله. علی دوستی نکرده. دوست اون آدمیه که با بیشرفی و شارلاتانی میخواد خودشو به آب و علفی برسونه. دوست اون آدمیه که با تهمت برای دیگران پاپوش میدوزه. واقعا دلم برای شما میسوزه که چشم بسته آلت دست یه شیاد حق باز شدی. راست میگه آقا جون. وای! تو حرف نزن. خیلی خوب. در هر حال من آخرین حرفمو به شما زدم، دیگه هم حاضر نیستم در این مورد کوچکترین بحثی بکنم. گوهر، گوهر، گوهر! راست میگه آقا جون. بله دیگه راست. برو بیرون! خانم، خانم میگرد، میگرد. سلام خانم، سلام. پرسون خونه شما رو پیدا کرده. بیا سوارش. نه، اومدم پیش شما درخواست کنم یه کاری بکنید علی از حبس آزاد بشه. به خدا بچم میگناه، اصلا روحش از این چیزا خبر نداره. خوبم میدونم. پس یه کاری بکنید ولش کنن. به خدا شب تا صبح زانوی من تو بغلم و گریه میکنم. امروز اینجا فردا صحرای قیامت دامنتون رو میگیرم. گوهر خانم، علی منو نجات بدید. محض رضای خدا علی رو نجات بدید. شما رو میپوسم، پای شما رو میپوسم. خانم خواهش میکنم این کارو نکنید. من پسرم از شما میخوام، بچه منو به من برگردونید. گریه نکن، فعلا من شما رو به خونه میرسونم. قول میدم به هر شکلی شده تو فردا علی رو از زندون آزاد کن. خدا عوضت بده، خدا دلتو خوش کن. درو ببند. نراحت نباش مادر، خدا بزرگی. پدر، من حاضرم زن احمد بشم. به شرط این رضایت بدین تو علی از این آزاد بشه. تو به چه دلیل از یه دوست حمایت میکنی؟ علی نه دوسته نه دوستی کرده. از طرفی من به مادرش قول دادم اگه دلیل میخواد که زن احمد بشم، باید علی از زندون آزاد بشه. خیلی خوب دخترم، فردا اول وقت رضایت میدم علی آزاد بشه، ولی تو هم باید اجازه بدی پس فردا که شب جمعه جشن اخ‌خانوم تو احمد رو برپا کنیم. حرفی ندارم. از شما به خاطر نجات علی تشکر میکنم. پس بریم خودت به مادرت هم بگو. بریم. بالاخره گوهر موافقت کرد که زن من بشه. حالا دیگه به سهولت میتونم صاحب ثروت بادآورده مرتضی خان بشم. تبریک عرض میکنم. متشکرم. ولی گوهر به این شرط حاضر شده با من عروسی کنه که مرتضی خان رضایت بده علی از زندان آزاد بشه. اگه اون آزاد بشه بدون شک مزاحم ما میشه. شما کی عروسی میکنی؟ شب همین جمعه که پس فردا شب باشه. علی کی آزاد بشه؟ فردا. و من به خاطر اینکه علی در صورت آزادی نتونه مزاحممون بشه یه نقشه کشیدم. چه نقشه‌ای؟ روز پنجشنبه یکی دو ساعت قبل از اجرای مراسم عقد کنون، یکی از شما میرین در خونه علی، به مادر علی میگین علی پیغام داده که شما رو ببرم مثلا فلان جا. اون ساده است، حرف شما رو باور بکنه و همراهتون میاد. وقت بقیهش با من.
میگه آقا دو نیزه دو بازو دو مرد دلیر، یکی اژدها و دگر نرسید، یل سیستون پنجه در کمر شهرو گرفت و زو زد. حالا نزن کی بزن، هی زو زد و زو زد و زو زد، اما نتیجه نگرفت. دست دیگر را اهرم با گریبان شهرو بیجان کرد، اما فوده نبخشید. دیگر جهون پهله بود به جان آمده و نمیدانست بکنند. بفرمومید اگه بیاید تو این آخه یه فرمی بود که نمیشد بردمش تو باخچه. خیلی خود من میگم بفرمه بیست قرمون دسته خیلی بگولم. پر با زنان به هوا رفت، دیگر تلاش شدی نداشت و یه گونه پهلوان نومور جهان یعنی سیستون مغلوب شده بود. بسر پدر را نقش برزن قرمون دیگر اسمش سلام. اینجا اومدی چیکا؟ منو گوهر خانم فرستاده، قرار آقا رضایت بده و علی از زندون آزاد میشه. اونو دهنت برم بیما چی چی با خاکه خجالت بکش برای مردم بعضی حواظ تو باشی آدم نمیگیری که هچاله جال ماشالله. خوال که رضایت میده فردا گوهر خانم یه کاغذ نوشته گفته بدم به تو که برسونی به علی. ای بچهش فردا اول وقت میرم دم زندون، وقتی علی مرخص میشه میرم اونو میبینم. بیار خوش بیار او سسخم بیار یه نون ترمیز بده من. حالا که به درست تعمیر داده جا با بهش بدم هش بیار یه مولم بدیم بله بله گوله علی آقا وقت سواله پوخنه آکرتم منم جا گرتم. اومدم دم در زندون گفتم مرخص شدی، اومدم خونه ننت گفت رفتی هموم. الهی صد هزار مرتبه شکره. دنیاست دیگه میچرخه. میدونستم امرو مرخص میشی. و کجا میدونستی؟ دیرو فاتی اومده بود دم در قهوه خونه بهم گفتش که گوهر خانو مرتضی خانو وادار کرده اسم گوهر پیش من نیار، تو نمیری دیوونه میشم. همینجاست که تو اشتباه میکنی، اون طفل معصوم هیچ گناهی نداره. طفل معصوم؟ آره با اون توی این مدت برای نجات تو خیلی زحمت کشیده، خودشو به هر آب آتیشی زده، اما هر نشته ای که میکشید اما هم روشو بهش میده. بلا لا 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 چی میخوای بگو؟ دهنه منو وانه کنید اینجا واسه را بعده هیچی. دیرو فاتی اومده بود قهوه خونه یه کاغذم داد گفت بدمش به تو، میگو گوهر خانم نوشته. راحت کن ببینم. بگی. سلام علی جون، خوشحالم از اینکه بالاخره از زندان آزاد شدی. علی جون من تو رو از زندان آزاد کردم، فردا عصر عقد کنون منی، حالا نوبت تویی که من از زندان آزاد کنی. گوهر علی گرد رفتی تو پر به چی نوشتی؟ گوهر نوشته که فردا عصر قراره به عقد احمد در بیاد، همان کمک خواسته. عقد کنون؟ آره یه فرکی بکن. میدونستم بالاخره گذاره پوست به جب با خونه میافته. نه داشت ما علش نیستی. علی دور از جمون مردی و لوچی گیریه که توی همچی موقعی به این زمون بسه کمک نکنه. بیا از خرش یه تو بیا دیشی رین تن تن آسنی، اون ها پتاقلی متوالده. خیلی خوب، رینتان ببین جعفر جانم. تو فردا به یه هوایی با کمک گوهر برو تو مجلس عقد کنی، اما جاید باشه چند تا برا بچه هم با خودت ببر که تن نباشه. خیلی خوب، بیدن تو خودت چیکار میکنی؟ من
دوز زبلیه. تازه حسنم پیششونه. خب پس اگه شناسم بریم. آره من دفعه اوله رو که میبینمشون. خب بچه خدافه. خدافه خوش اومدین. خیلی ما واسه باشیم. بچه شیرنی عروسی رو واسه ما بیارین. بله خب. باشو بدهی به سلامت. باشو بدهی به سلامت. باشو بدهی به سلامت. باشو بدهی به سلامت. سلام رئیس. سلام رئیس. آه از همه تو ممنونم. ایشالا زحمات همه گی رو جبران. چه خبر؟ تا دو سه دقیقه دیگه کار عقد تموم میشه و اون وقت من میدونم اون ثروت بی حساب مرتضی خان. بریم جلوی سالن کوچیکه پشت اون دیوار همونجا مواظب باشین. باشه یعنی که همه چیز بر وفق مراده. بریم زود باشین. بچه ها طرفاتو رو شناختیم. آره آره. خیلی خوب حالا با هم منتظر بشیم ببینیم چی پیش میاد. جعفر آقا ما همه نوکر علی آقاییم چاکرشیم خاک زیر پاشیم جعفر جنی. آم همینطور جعفر جنی. ابو جعفر جنی ابو جعفر جنی صدا کجا؟ مثل که صدا این توه. مرزیه مرزیه کجایی؟ این توه؟ این تو خدا کنه سوهی چش روش باشه. بچه خفه بشه اون تو خیلی خوب یه خود زبون بده هم بگی با کردم اونجا چی کنم کردی؟ این چه ریختیه؟ چرا سیاه شدی؟ این دوسته ببین ما بردن توی زیر زمین قایم کردم. چی میگی؟ کدوم زیر زمین؟ تو اونجا رو بلدی؟ آره وقتی ما رو با ماشین میبردن من خوب خیابونا رو نگاه کردم. اگه از طرف خونه خودمون بریم من اونجا رو خوب بلدم. یه بریم ابو جعفر. خیلی خوب من میرم اونجا شما همین دور و برا مواظب باشید. نه من خودم تنها میرم. عجب لطیفه ای میشن. عروس خانم برای سومین بار سوال میکنم. خانم گوهر خانم اجازه میفرمایید شما را به عقد دائم و نکاح قائم آقای احمد شمشادزاده فرزند مرحوم تقی خان در بیاورم؟ وکیلم؟ وکیلم خانم؟ وکیلم بگو وکیل نمیگه و نخواهدم گفت. یعنی که تو این خونه چه خبره؟ مای تو روز نومه آگه اینا کرد بودیم حلوا خیلی. تو با اجازه کی اومد اینجا؟ با اجازه خدا. خوبه میتونم از شما یه خواهش بکنم؟ بله حرفتو بزن. نه اینجا خوب نیست. اگه بگم بیای تو اون اتاق میای نمیترسی؟ شوپس علی بیغمو ترس بزن بریم. خیلی خوب آه بزن افتا. بله بیارش گوشینو داشته باشین تا صداش کنم. ننه علی ننه علی. بله بینجا بیا آبجی بیا با پسره درف بسن. بیا نه اینطوری. علی جون با مادرت حرف بزن. با مادره؟ مای کجا؟ حرف بزن. ننه ننه علی حالت خوبه مادر؟ ننه تو کجایی؟ من بهت میگم کجاست. ببین اون الان تو دست منه. نه کسا بیمارفت چه دست گلی باب داری؟ یاله حرف بزن. اگه سر صدا نکنی و بذاری که این عروسی صورت بگیره بعد از عقد دستور میدم آزادش کنم. در قید این صورت دیگه هیچ وقت مادرتو نمیبینی. تصمیم بگیر. لعنت بر شیطون. Thank you.
و یا سری و اصلا اینو بزنم اینم چی کام میکنم. خیلی خب بارو من اینجا ما وضعبت هم خیلی خب بده کتاب در بیرم بیشتر از این خراب نشه بین بگیم شما اینم دختره تو حالا شدی این آلوروی سر خر من یا علی همینجا بسه شو. کی میگفت تسکی خالی تو شهری؟ بفرمو قایم قایم بودی با عرض مذارت آقا میتونیم مجددن شروع دوشیزه آقله کامله بالغه بگوی خونده تونتر بریم آروم باش آقای تاکسی یه خود تونتر برای آخرین بار سوال میکنم گوهر خانم آقای تاکسی لطفا یه خود تونتر اجازه دارم شما را به عقد دوش بریم تو وکیلم شما را به عقد آقای احمد شمشادزاده فرزند تقی‌خان در بیاورم هرچون بگو بله دیگه من که گفتم نمیگه چه؟ تو چه میگه؟ بازم که مزاحم شدی مگه قرارمون یادت رفته تو مادرت هم دوست نداری؟ چرا؟ دوست داره خیلی هم دوست داره بله فوراً بریم بیرون اگه نریم اون وقت مجبورتون میکنم چیکار میکنی؟ بیرون اینو میکشم نیالو تیاله از اومدی هفتیر میکشی و بکنی اونا بابا ننو جهر کنی راه داره یواش نبود اگه مساهم بشه شلک میکنم من باید همراه من بیا یلا فوراً را بیاف ولی آخه خدای کمک وزلت بیرون زینا بر علی آقا دستم بدام طرف برد چرا نیاید؟ چرا نیاید؟ آقا این بچه یه بچه دنبال من بیه بچه ها دور باشه بگیر موضوع باشتن من ماشین رو روشن کنم چرا نیاید؟ آب چشتون بکنم آرکیس کن برا بچه بارو بینم دیگه جلالایم یک کاشمتو بچه شما برید سوار اون ماشین بشین دنبال ما بیاین یلا شما به پلیس خبر بدین علی تو بسته من رو بیا من پرمانا داشتی من شما میگیشی بگم برید
بخوره. عجله نکن، خاطر جمع باشی، هیچ جا نمیتونم برم. داره دخترم رو خفه میکنه، این چه وضعیه؟ درجه درد نکن. جان، 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 چکنم دوچار بشی. مو بهت نمیدم، پوشو، پوشو دست بالا بیام کلو، پوشو کلانتری منتظره تو. سوارشون کن بریم کلانتری، یالا زود باشین، به جمعه، زود باشین. رئیس دازاینه. ای پسرنگ ناف. جناب سروان، از اینکه به موقع رسیدین خیلی از شما تشکر میکنم. متشکرم. خواهش میکنم هر کاری قانون میگه همون کار رو بکنیم. مطمئن باشین، بیافتین جلو. لطفا شما هم با من. اگر اجازه بدید من با اتومبیل خودم خدمت میکنم. ایبی نداره. خواهش. یالا بریم. بذارین بره. علی خواهش میکنم وایسا، باید کار دارم. ماما کاری داشتی؟ آره، شما نباید از پیش ما بره. خونه ما خونه خودتونه. تو عرف شابدلزیمی نکن، ما دیگه بلگ تو رو نمیخوریم. اون رو که به هم تومت زدین و به ناحق ما رو انداختین کنج زندون، همه جا پر بود از گل گلبرگ. اما حالا میبینی دیگه، چهار ماه حبسی بی خودی کشیدین. مروتت شوک بشه. عیبی نداره. چی رو عیبی نداره؟ ببین علی. چی رو ببین علی؟ درسته که ما گرگ بارون دیده ایم، درسته که ما بچه پایینیم، ولی به جون هرچی مرده. هر روزی که تو خشت افتادیم دونسته به کسی بدی نکردیم. ایشالله تا وقتی هم که تو لحد میندازنمون مردی و مردونه گیره گم نمی کنیم. اما آی مرزا خان، شما با همه پول و ثروتتون خیلی عوضی هستیم. آی گلبون دهنت بیا بارم کن بیرم جفت حرف استام اینا چیه؟ گوش که چی جینی؟ گوش کن علی. گوش عمال تو. من میدونم تو به گوهر و گوهرم به تو علاقه منده. خب اگه دلت بخواد میتونیم با هم عروسی کنیم. من اصلا حرفی ندارم.
عروسی؟ من با گوهر خانوم؟ برو با ولمون کن رئیس، ما نیستیم. نفهمیدم چرا، مگه چه اشکالی داره؟ خیلی اشکالات داره، خیلی. اولندش اون مناسب حال ما و لغمه ما نیست. دو جمندش آق مرزا خان، شما با این تشخص واسهتون خوب نی دخترتون زن یک بچه های باخ فردوس بشه. ولی عشق و علاقه این چیزا سرش نمیشه. از طرفی مگه تو چی بیداری؟ من افتخار میکنم که دخترمو به جوان مردی مثل تو بدم. قبول کن. چرا قبول کنم؟ تو مستلی داری جعفر جنی؟ گوهر خانوم خاطر خاطر دختر خوبیه. تمام مدتی که تو حبس بودی اون خوراکش عشق و آب بود. ما بیمیریم خاطر خواه. تو بیمیری، این بیمیری. آره ای بابا، یه خال چمه بردی. پس تو داری چک بسته ما رو حال میدی تو تله. باشه مهدی خاطر ما، برو تو قفس برو. آقا مرسا خان، اگه من با گوهر خانوم عروسی میکنم فقط واسه خاطر خوشه، فقط واسه خاطر صفای باطنشه. اما یه چیز دیگه هم بهت بگم، این عروسی یه شرط داره. ما دوست داریم عروسی تو خونه خودمون برگزار بشه، تو همون خونه فسقلی، میونه همون بچه معلمون، با رسم و رسومات خودمون. حرفی نه، منم یه حرفی دارم. اگه اجازه بدیم ما با این ورپریده همونجوری که علی آقا گفت عروسی میکنیم خانوم. خودش چی میگه؟ اون منو با یه ده شیشتونگ هم عوض نمی کنه. آره فاتی، تو جعفر با یه ده شیشتونگ عوض نمی کنی؟ بله. آره مریم جون، کی حوصله یه ده و ده داری؟ منم حرفی ندارم، ایشالله مبارکتون باشه. علی آقا، Oh, shit, I'm not going to do it.